کل مملکت را افتاده، یه امام را از نوفل شاتو برداشت آورده اینجا، کل مملکت را افتاده، بعد از امام مقام معظم رهبری را آورده، اسلام، انقلاب، امام، ولایت مطلقه فقیه، رهبری، این شاخصه ما هست و اصولگرایی یعنی این. اصول ما اینه، غیر از این اصول، اصول کفره. که یه جا پیغمبر فرمود اصول الکفر ثلاثه، الحرص و الحسد و الاستکبار، سه چیز ریشه کفره. یکی حسده، بنده حسودم، چشم دیدن مقام معظم رهبری ندارم که چرا این رهبر شده. یه دردمون اینه، والله یه دردمون اینه. به الله میخوان چی یاد رهبر بدن؟ دین یاد رهبر بدن؟ برای دین او دلشون میسوزن یا برای دنیای خودشون دلشون میسوزه؟ به این مسخره بازی رو. یکی حرسه که چرا من دادستان بودم حالا نیستم، چرا من وزیر کشور بودم حالا نیستم، چرا من دور بر امام میتونستم لفت لیسی کنم حالا نمیتونم، رام نمیدن. الحرس و الحسد و الاستکبار، یعنی خود زیاد بینی، خود گنده بینی. چون من مدیر فلان روزنامه بودم نباید روزنامه را از من بگیرن، حالا هرچی دریوری هم بگم. چون من دادستان امام بودم نباید دیگه به من بگن چرا اشتباه کردی. چون من وزیر کشور بودم از دفتر امام منو انتخاب کردن. خب بابا اینا تمام طاغوته، اینا تمام شیطنته، اینا مسخره بازیه، اینا تیشه زدن به ریشه دین و مذهب و خدا آدمه. آدم اگه بیشیل پیله است، اگه آدم تو خونش بدجنسی و به قول آقای شجونی تو خون آدم اگه پدر سوختگی نباشه، آدم غش نمی کنه طرف این مسائل. باید بگه خدا تو رو شکر امام آمد، شاه رفت، به ما جنگ تحویل کردن، ما پیروز شدیم، حالا مملکت داره سر سامان میگیره، حالا دانشجوهای ما همه نابغه شدن، حالا سپاه داریم، بسیج داریم، این موشک‌های چنین داریم، این ماهواره چنان داریم، آمریکا و اسرائیل مثل سگ از ما میترسه. آخه من چه دردمه؟ من چی میخوام؟ من چه دردمه؟ الان تو بعضی دانشگاه‌های ما بعضی اساتید با 3 میلیون 4 میلیون میگیرن، خدایی پرت و پلا میگن، خدایی پرت و پلا میگن. مثلا به دانشجو میگن که تو هی آیه می نویسی، روایت می نویسی، یا من باید نمره بدم به تو؟ من برای اینا نمره نمیدم، اینا علمی نیست. ببین فروید چه گفته، ببین نمیدونم مارکس چه گفته، ببین انگلز چه گفته، ببین دوبچک چه گفته. این انحراف دیگه. در یه دانشگاهی یکی از این آقایان اساتید منحرف رو دعوت کرده بودن، منم دعوت کرده بودم، منتها اون صبح سخنرانی کرد، من بعد از ظهر. صبح حرف زده بودا، اولا گفته بود اسرائیل خیلی خدمت کرده به این دنیا، من با حماس مخالفم، من طرفدار محمود عباسم. خدا میدونه تو دانشگاه بوعلی گفته، تو دانشگاه شیراز گفته، تو اردوگاه شهید مطهری فرمود رضا شاه خیلی خدمت کرده توی این مملکت. آقا که بعد از اون من رفتم گفتم آقا، این رو دانشجوها برای من نوشتن، من گفتم آقا شما غلط کردی که اینه دعوت کردی، صاف دیگه من روکم، بعدشون بیاد خوششون بیاد. تازه جان شما خدا را شاهد میگیرم 2000 به من برای سخنرانی پول ندادن، یه بلیت خریدن رفتن، یه بلیت خریدن برگشتن. اون استاد تی کرده بود 500,000 تومن از این دانشجوهای بی پول گرفته بود. بعد چی گفته بود؟ رضا شاه خیلی خود. که بعد از اون من گفتم اولا شما غلط کردی، این استاد دعوت کردی، این رادیو اسرائیل خودش. دوم اینکه رضا شاه برای چادر خالی
5000 نفر رو کشت. آقا 5000 نفر رو. رضا شاه وقتی آمد، اروپایی هم نوشتند، خدا شایده اروپایی هم نوشتند، رضا شاه وقتی شاه شد یه دونه سند مالکیت نداشت. وقتی میرفت 44000 قریه داشت، غیر از اون هتلای رامسر و کجا و کجا و کجا. این صدای اسرائیله. ما داریم تو بعضی دانشگاه ها، چند روز به من زنگ زدن که کاریکاتور روحانی رو اگر بکشن چطوره مثلا. نگفتن کدام روحانی، کیه کشیدن. گفتم درست نیست. مرحوم توفیق رو گوش کنید. مرحوم توفیق من میشناختم، پسراش هم میشناختم، روزنامه توفیق که کاریکاتور میه. اون در اون زمان من گاهی میرفتم برای کارگراش سخنرانی، میگم ما به روحانیت اینقدر احترام میکنیم، اصلا کاریکاتور همه رو میکشیم. هویدا رو کشیده بودن، کیا کشیده، ما کاریکاتور روحانی رو. من گفتم آقای محترم، تو دانشگاه امیر کبیر ما 3 نشریه پخش کردم، مثل کشور دانمارک کاریکاتور پیغمبر رو کشیدن. بعد میگن آزادی نیست، آزادی نیست. من درد دل زیادی دارم.